نیان زندگی و مرگ. برای اینکه بدانید چی باعث شد که این رویداد وحشتناک رخ بدهد، باید شما را کمی به گذشته برگردانیم. آقای رئیس جمهور، این مرد که ظفر نام دارد و باشنده ولایت میدان وردک است، ظاهراً به علت آنچه که جاسوسی برای نیروهای افغان و خارجی گفته می شود، از سوی این جنگجویان به دادگاه سرایی کشانیده شده است. جنگجویانی که خودشان هم اعتراف می کنند که در بخشای قبایلی پاکستان پناهگاه دارند. دو جاسوسان و کم مصر و ظفر نمی ده. اگر راست اول دی خبری ده پرست قبایل و تلار شد. په قبایلو کې ته د مجاهدینو مرکزونه معلوم کړه. د مجاهدینو مرکزونه څه دي او څه عملیات دي، څه اراده دي؟ بیا موږ سره ارتباط شروع کړه او پس بیا راشه. د دې انجام څه دی؟ اما یک صدا به کشتن ظفر رای میدند، در حالی که او بدون هیچ گونه دفاع و واکنش منتظر پایان کار است. زمان و محل دقیق این تصویر روشن نیست. من آن را در سفر به دره غوربند ولایت پروان به دست آوردم، آنم از بازارهای این محل. در این بخش ده ها تصویر این چنینی را میتوان آزادانه خریداری کرد، زیرا میگویند که در غوربند مخالفان مسلح دولت بیشتر از نیروهای امنیتی نفوذ دارند. آنان در اینجا آزادانه گردمایی های بزرگ را برامی اندازند و برای کشته هایشان فاتحه خوانی می کنند. این تصویر جسد مولوی مطیع الله، یکی از فرماندهان مخالفان مسلح دولت است که در عملیات اسپا در آمده بود. این هم مراسمی است که برای فاتحه این فرمانده مخالفان برگزار شده بوده است. دا مجاهدین و مشر، دا طالبان و مشر، دا طالبان همسنگر به شهادت رسیدلی دی. خو انشاءالله دا دا دوینی او دا 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 تکلیف و زحمتو دلار سارل او دا دا کارو تعقیب کول انشاءالله به مراتب اسرا نور طلبای کنام، نور مجاهدین، نور هم سنگرانشته. اما این همه تنها برای کشته های گروه مسلح مخالف است. نیروهای امنیتی یا کسانی که با این گروه ها سر مخالفت دارند، همواره سرنوشتی وحشتناکی را گواه می شوند. این تصویر جسدهای دو برادر را که زبیر و ظهور نام داشتند و عضو پلیس ملی بودند نشان می دهد که در غوربند از سوی مخالفان مسلح دولت کشته شدند. این دو برادر در هفته های اخیر به دام افتادند و پیش از آن که کشته شوند مورد شکنجه هم قرار گرفتند، چنان که مخالفان با تفنگ بر صورت یکی از آنان که چند دندان طلا داشت کوبیدند تا دندانهایش را شکسته و با خود ببرند. آقای رئیس جمهور، این بخش کوتاهی از آن چیست که در بخش‌های زیر حاکمیت مخالفان مسلح دولت جریان دارد. مخالفانی که شما همواره در تلاش فراخواندن آنان به گفتگوهای سال بوده اید و همگان می‌پندارند که این فراخوان هنوز پاسخی قناعت بخش نیافته است.